امروز شنبه 26 آذر حدود 2000 نفر از کارگران بازنشسته صنایع پولاد اصفهان بنا به قرار قبلی که داشتند سر چهارراه نقاشی مقابل امور بازنشستگی تجمع کردند. کارگران بازنشسته زباهن بخش صنعت و معادن که 80,000 نفر هستند دو ماه حقوق طلب دارند. این ماه فقط 75,000 تومان پول ما پرداخت شده بود. به علاوه این که طلب های دیگه دارن مثل افزایش حقوق اونها از ماه 6 پرداخت شده و 5 ماه اول سال رو طلب کارن. همینطور این کارگران خواستار این هستن که حقوق بازنشستگانی که قبل از سال 88 بازنشسته شدن باید همسان سازی بشه با حقوق بازنشستگان بعد از سال 88. اگرچه که هنوز این رفت و حقوق زیر خط فقر هسته. این کارگران سالها کار کردن، سالها تلاش کردن، الان نهایتاً 450-500 هزار تومان در ماه میگیرن، یعنی چندین برابر زیر خط فقر که برای گرفتن اونم باید جاده ببندن، تجمع کنن، اعتراض کنن تا حقشون رو بگیرن. سه هفته از این کارگرها با خانوادهشون مقابل اداره بازنشستگی تجمع میکنن. هفته گذشته حدود 500 نفر از اونها به همراه بازنشستگانی از شمال و خراسان مقابل مجلس اسلامی تجمع کردن و 4 روز تمام اونجا جمع می شدن و خواستاشون رو پیگیری می کردن. تو تجمع امروز این کارگران ماشین های زیادی از گارد ویژه مستقر شده بود. حدود 10 اتوبوس از گارد ویژه اونجا بود. از حراست سازمان برنامه بودجه اومده بود و این برداری می کرد. روحی کارگران بسیار بالا بود. خودشون رو متحد می دیدن. مردم همه جا از این تجمع صحبت می کردند و حمایت می کردند و می گفتن حق این کارگران است. و کارگران رو به ادامه اعتراضشون تشویق می کردند. تعدادی از خانواده هم شرکت داشتن. زنی در برخورد با نیرو انتظامی می گفت شما از ما خبر ندارید. بچه من گرسنه است. من رو مدرسه خبر کرده به خاطر اینکه بچه‌ام غذا به اندازه کافی نمی خوره و سوء تغذیه داره. در برابر این فشار و این اعتراضات بود که از طرف مقامات استانداری نامی برای کارگران خونده شد که به امضای خصوصی مشاور امور اجتماعی مجلس و تعدادی از نمایندگان مجلس بودش. تو این گفته شده بود که 300 میلیارد تومان به حساب اونا ریخته شده و فردا دو ماه طلب کارگران رو میدن و باقی طلبها در بودجه سال آینده رو پرداخت خواهد شد. تا همینجا یک پیشروی بود برای کارگران و زنده باد کارگران بازنشسته اصفهان، زنده باد این پیگیری و اتحادشون. کارگران گفتن تا فردا فرصت میدن. گفتن اگه پول به حسابشون ریخته نشه دوباره همین محل جمع خواهد شد، جاده رو میبندن، کوتاه نمیان و دستمزدشون رو نقد میکنن. و به این ترتیب این کارگران با پیگیریشون، با اتحادشون، با خبررسانیشون، با دخالت خانواده ها، با تماس با بازنشستگان شهرهای دیگه و حرکت مقابل مجلس و با حرکت اعتراضیشون دولت رو مجبور کردن که پای این قول و وعده بیاد. و همونطور که گفتم میگن که تا فردا ضبط میکنن، اگر پول ریخته نشد دوباره پولش جمع میشن. کارگران گفتن که ما میدونیم که صندوق بازنشستگی همین اخیراً دزدی های کلونی شده تو. میگید که صندوق خالیه، ما پولمونو میخواد، ما حق حقوقمونو میخواد. راهش همینه، اینطوری میشه دستمزدهای پرداخت نشده رو نقد کرد، اینطوری میشه مطالبات خودمون رو تمدید کنیم. کارگران بازنشسته زباهن اصفهان شایسته بیشترین حمایت و پشتیبانی هستند. نباید این کارگرا رو تنها گذاشت، باید اونا رو مورد حمایت قرار داد. موفقیت این کارگران راه رو باز میکنه برای بخش عظیمی از کارگران که با موزل دستمزدهای پرداخت نشده روبرو هستند و الگویی میذاره در مقابل همه این بخش ها. همچنین خانواده ها همچنان باید فعالانه تو این اعتراضات شرکت داشته باشند. به هر حال این وضعیت رو کارگران نمیپذیرن. کارگران حق و حقوقشون رو میخوان و دستمزدی که این کارگران داده میشه همونطور که گفتم چندین برابر زیر خط فقر. کارگران نه تنها طلب هاشون بلکه یک زندگی انسانی بود.